پنهانکاری و کوچک کردن یک فاجعه چطور میتونه مردمی رو به قربانگاه ببره؟ گزارش کوتاهی رو ببینیم. قضاوت با شما. تا قبل از 3 بهمن 98 رژیم وجود کرونا در ایران را تکذیب میکرد. اما رئیس بیمارستان یافت‌آباد گفت از نیمه بهمن آماده کرونا بوده ایم. مهدی شادنوش خبر از فاجعه در گیلان داد که روشن میکرد کرونا قبل از 3 بهمن در گیلان بوده است. بعد از این اظهار نظر او برکنار شد. علی ربیعی: از 4 بهمن در جریان کرونا بوده ایم. کوچک نمایی: خامنه ای 13 اسفند: این بلا به نظر ما بلای آنچنان بزرگی نیست. روحانی هم بارها خبر از عادی شدن وضعیت میداد. خامنه ای 21 فروردین: کرونا چیز کوچکی به حساب می آید. آیا رژیم با پنهانکاری و کوچک کردن کرونا مردم را به قربانگاه نمی برد؟ بیستم فروردین نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا در یک کنفرانس اینترنتی گزارش 75 صفحه مقاومت ایران رو معرفی کرد. گزارش با عنوان دیپلماسی مزورانه رژیم ایران، سوء استفاده و عملکرد مجرمانه رژیم در فاجعه کرونا. آقای علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا همراه ما هستند برای بررسی این گزارش. ابتدا میخواستم سلام از کنم خدمت شما و این سوال رو بکنم که هدف از این کنفرانس چه بود؟ با سلام خدمت شما، با سلام خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، با سلام و درود به هممیهنان عزیزمون در هر کجای ایران و جهان که قرار دارن و میدونم که مشغول مبارزه و نبرد با ویروس کرونا و کرونای آخوندی هستن. باعث خدمت رو عرض میکنم که کنفرانس مطبوعاتی که ما در واشنگتن گذاشتیم با این هدف برگزار شده بود که در حقیقت توطئه‌ها، طرح‌ها و فریبکاری‌های رژیم رو افشا بکنه و اینکه همینطور که شما اشاره کردین گزارشی که ما در این کنفرانس ارائه دادیم تحت عنوان سیاست‌های مزورانه رژیم و اینکه چطوری این سیاست‌ها اتفاقاً مردم ایران رو به کام مرگ می‌فرسته و به جای اینکه رژیم پاسخ بده و مورد حسابرسی قرار بگیره، حالا رژیم به کلاشی و تیغ زدن جامعه بین‌المللی به نفع پاسداران خودش بلند شده. ما در این کنفرانس طی این گزارشی که منتشر کردیم که شما بهش اشاره کردین، بله، که الان هم موجود هستش در اختیار خبرنگاران و رسانه‌های جمعی و همینطور مقامات هستش و روی سایت‌های مختلف هم قابل ابتیا هست، در این گزارش ما نشون دادیم که اولا خود رژیم باعث و بانی اووردن ویروس به ایران شده از 3 نقطه، مستقیم از چین به قم، چین به تهران و چین به بندر عزلی در گیلان منتقل شده و بعد لاپوشانی ها و قایم کردن به پنهانکاری رژیم که این خودش باعث شیوع و گسترش این بیماری شد در ایران و بعد دستگاه دروغ و تزویر رژیم شروع به کار کرد و از یک طرف الان داشتن همکارتون میگفتن که خلاصه از یه طرف میگه اوضاع عادیه، از طرف دیگه دنبال این هستش که تحریمات بین‌المللی رو برداره و از یه طرف مردم رو میگه که برین سر کار، از اون طرف میگه که تختامو خالیه، همه چی رو به راهه و اوضاع آروم هست. ما این تناقض رو برجسته کردیم و همینطور نشون دادیم که اتفاقا برخلاف دروغ‌های رژیم، مشکل کمبود امکانات، مشکل کمبود پول و تسهیلات نیست، مشکل در یک دستگاه دروغ و چپاول و تزویر و دزدی رژیم هستش که در رأسش خود خامنه ای و بعد ارگانهای وابسته به اون و خود سپاه پاسداران که دارن اموال مردم رو، امکانات مردم رو نه تنها در اختیار کادرهای پزشکی و امکانات پزشکی کشور نمیذارن، بلکه اونها رو چپاول میکنن، غارت میکنن. گزارش متعدد از احتکارها و کنترل اینها و همینطور اینکه در بحبوحه اوضاع کرونا رژیم امکاناتش رو به کشورهای دیگه، مثلا در اختیار 50,000 تا ماسک و در اختیار 8 شعبی در عراق قرار داده
و مجموعه امکاناتی رو که رژیم از مردم ما دریغ کرده و ما نشون دادیم که چطور اتفاقا صدها میلیارد دلار امکانات در ارگانهای مثل ستاد اجرایی فرمان خمینی گوربه‌گوش شده معروف به ستاد، در بنیاد مستضعفان، در آستان قدس رضوی که تحت نام هشتمین پیشوای تشیع در مشهد در آستان قدس رضوی میلیاردها دلار پول مردم ایران رو تحت کنترل خودشون گرفتن و اونها رو به نفع مزدورای خودشون خرج میکنن. من یادم هست که در بحبوحه جنگ و گریزهای جنگ و جدلهای انتخاباتی بین روحانی و رئیسی، اون موقع که رئیسی کاندید بود، رئیسی در دفاع از مالیات ندادن آستان قدس و پولای فراوانی که در اختیارش داره گفتش که ما بخش زیاد پولها رو میفرستیم به لبنان به کمیته امداد امام که به حزب الله بدن. بله. و اینا خب ما اینا رو افشا کردیم که بنابراین پس مشکل کمبود امکانات نیست و این که رژیم دنبال لغو تحریمات هستش میخواد از جیب خودش خرج نکنه، میخواد بله. هیچ قیمتی نده. بله. حالا روحانی امروز گفت اگه همه دنیا با یک ویروس یعنی با کرونا مواجه هست، ما با دو ویروس، هم کرونا و هم تحریم روبرو هستیم. مقامات دیگه رژیم هم میگن به خاطر تحریم نمیتونیم با کرونا مبارزه کنیم. پاسخ این کنفرانس در واشنگتن به این حرف چه بود؟ بالا ما در همین کنفرانس به این سوال پاسخ دادیم که این یک دروغ بزرگی بیش نیست، چون هیچ اقلام پزشکی، دارویی، غذایی و تسهیلات پزشکی مطلقاً تحریم نیست، نه توسط آمریکا، نه توسط هیچ کشوری تو دنیا. برعکس، تسهیلات الان همه دنبال این هستن که بشه اینها رو بیشتر فراهم کرد. اگر واقعاً رژیم دنبال این هستش که دنبال تسهیلات هست، خب که پزشکان بدون مرز رو بیرون نمی‌کرد. اما یه واقعیتی رو اگر بخوام بگم، راست میگه، دو تا ویروس وجود داره برای مردم ایران، یکی ویروس کروناست و یکی ویروس ولایت، ویروس آخوندیه که انشالله با برچیده شدن ویروس آخوندی بساط اون ویروس های دیگه هم حتما برطرف خواهد شد. به این موضوع هم در کنفرانس پرداخته شد و اون قیام مردم ایران بود که علی رغم ویروس کرونا اون هرگز از یاد نرفته، بلکه برعکس اتفاقا مردم ایران الان دلیل بیشتری دارن برای سرنگونی رژیم به نسبت همین چند ماه گذشته و قیام هایی که شاهدش بودیم. بله، الان ما شاهدیم که برخی محافل و رسانه ها مثل مثلا واشنگتن پست و نیویورک تایمز در امتداد فشارهای رژیم خواستار لغو تحریم ها شدن. برآورد شما چیه؟ خب ببینید، آخه سیاست مماشاتی نزدیک 40 سال در این کشور در جریان بوده. خب طبعا رژیم یک سری عناصر نفراتی رو اونجا اینجا و اونجا داره، اما قیام مردم ایران از 2 سال پیش و استمرار اون در واقع بساط این سیاست رو جمع کرد. جنبه غالب قطعا هیچ کدوم این مقالات و این حرفا و یا سخنان این یا اون سناتور یا نماینده اینجا و اونجا نیستش، بلکه جنبه غالب اتفاقا در همین آمریکا این هستش که دیگه کسی دروغ‌های رژیم رو باور نمی‌کنه، هیچ کدوم از این اعداد و ارقامی هم که رژیم میگه رو قبول ندارن. برعکس، اتفاقا یک تلاش گسترده وجود داره از جانب دو تا از اصلی ترین سناتور نماینده های دموکرات، یعنی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آقای الیوت انگل و نفر ارشد دموکرات ها در کمیته خارجی سنای آمریکا آقای رابرت منندز بیانیه صادر شد که گفتن تحریمات نبایستی برداشته بشه و بایستی که این تحریمات به خاطر اینکه تحریمات بخواد برای تروریسم رژیم، برای سلاح کشتار جمعی رژیم و برای سرکوب مردم ایران بوده و هیچ کدوم از اون موارد تا حالا به سلاح کنار گذاشته نشده از طرف رژیم، برای اون تحریمات بایستی ادامه پیدا بکنه. بله، لطفاً یک ارزیابی هم از بازتاب های کنفرانس واشنگتن برای ما بدید. خب ببینید، بازتاب های کنفرانس به نظر من خیلی جدی بود، به دلیل اینکه اولاً این کنفرانس در اصلی ترین رسانه ها توی آمریکا انعکاس کرد، واشنگتن با تیتر بزرگ اعداد و ارقام اعلام شده توسط مقاومت ایران رو اعلام کرد، مبنی بر تعداد نفراتی که فوت کرده بودن به خاطر کرونا و همینطور تزویرهای رژیم توی این رابطه.
و همینطور تلویزیون‌های دیگه آمریکا، 3-4 تا تلویزیون دیگه به این برنامه گزارش مفصل دادن با اشاره به همین گزارشی که شورای ملی مقاومت منتشر کرده بود. ولی چند ساعت بعد از کنفرانس ما در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید که در اون روز آقای پومپیو وزیر خارجه آمریکا هم شرکت داشت، همین موضوع از آقای پومپیو سوال شد، هم در رابطه با تعداد و ارقام کسانی که تو ایران فوت کرده بودن آمار واقعی چی هست و همینطور در رابطه با تلاش‌های رژیم در رابطه با تحریم. موضوعاتی بود که در کنفرانس ما مطرح شده بود که آقای پومپیو هم کاملا آشکار بود که از اطلاعات منتشر شده ما اطلاع داشت، به نوعی تایید کرد که در واقع اطلاعاتی که دولت آمریکا از آمار واقعی کشته شدگان داره از اون چیزی که ما در علن افشا کرده بودیم متفاوت با اون نیستش. در یک کلام بخوام بگم، واقعیتش اینه که این برق درخشش واقعا قیام مردم ایران در تمام اذهان مردم آمریکا، سیاستمدارا اینجا کماکان مونده، همه میدونن و که مردم ایران این رژیم رو نمیخوان و همه میدونن که رژیم سراسر دروغ و تزویر هستش. بنابراین هر کاری هم که رژیم میکنه، حتی در بحبوه به اصطلاح کرونا، باز کسی به حرف رژیم توجه نمیکنه و کماکان اون چیزی که تو ذهن همه برجسته هست، از سیاستمدارا تا مردم عادی آمریکا تا مطبوعاتش، همون خواسته مردم ایران، مظلومیت مردم ایران از یه طرف و اون از طرف دیگه خواسته مردم ایران برای سرنگونی تمامیت این نظام هست. بله، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، و خدا نگهدارتون. با تشکر، خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.